به نام خدا و با عرض سلام، بر ساعت خبر از یک خوش آمدید. درگیری میان طالبان و نیروهای پلیس محلی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان 4 کشته و 8 زخمی بر جا گذاشته است. این درگیری عصر روز گذشته هنگام آغاز شد که طالبان بر ساحه پلسوچین ولسوالی حمله کردند. سید جهانگیر کرامت، آمر امنیت فرماندهی پلیس بدخشان، گفت درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی 4 ساعت ادامه یافت و در نتیجه 4 طالب کشته و 8 تن دیگر مشمول 6 طالب و 2 پلیس محلی زخم برداشتند. دو جوان در ولسوالی چواب ولایت تخار از اثر شلیک افراد مسلح ناشناس کشته شدند. این دو جوان که عبدالجمیل و پدرجان نام داشتند، شام روز گذشته هنگام هدف شلیک افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند که از یک ورزشگاه بیرون می شدند. سنت الله تیمور، سخنگوی فرماندهی پلیس تخار، با تایید این رویداد گفت که پلیس در تلاش شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد است. جیمز دابنز، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، در مورد کاهش کمک‌های غیرنظامی آمریکا به افغانستان گفته است این تصمیم کنگره آمریکا است و می‌تواند تأثیری بر کمک‌های دولت باراک اوباما به افغانستان داشته باشد. دابنز افزوده است کنگره آمریکا این تصمیم را به خاطر گرفته است تا از پول‌هایی که بی‌جا مصرف می‌شد جلوگیری و یا صرفه‌جویی شود. وی در مورد موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن گفته است تأخیر در امضای این موافقتنامه به ضرر افغانستان است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که دولت افغانستان بر تعهداتش در عرصه حقوق بشر عمل نکرده است. این نهاد از سازمان ملل خواسته است تا با وضعیت بد حقوق بشری بانوان در افغانستان تلاش بیشتر شود. قرار است وضعیت حقوق بشری افغانستان در نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل فردا در ژنو مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد. حمله انتحاری بامداد امروز در شهر کابل 4 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشته است. انتحار کننده نزدیک ساعت 7 بامداد امروز یک موتر نیروهای هوایی ارتش ملی را در ساحه سرک 3 کارتی نو شهر کابل هدف قرار داد. عبدالقیوم باقیزوی، معاون فرماندهی پلیس کابل، گفت 4 تن مشمول 3 نفر از نظامیان ارتش و یک غیر نظامی در این رویداد کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال وزارت دفاع ملی کشته شدن 4 تن مشمول 2 نیروی ارتش و 2 غیر نظامی و زخمی شدن 22 تن دیگر مشمول نیروهای ارتش و غیر نظامیان در این حمله را تایید کرد. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. و خبر خارجی این که از اثر درگیری ها میان راهپیمایان و نیروهای امنیتی مصر روز گذشته دست کم 29 تن کشته شدند، اما مقامات بهداشتی این کشور شمار کشته شده ها را 49 تن اعلام کردند. مقامات امنیتی مصر گفتند که درگیری های روز گذشته در 30مین سالگرد قیام مردمی بر ضد حسنی مبارک رخ داد. در این حال نهادهای امنیتی مصر از وقوع چندین انفجار در روز گذشته در شهرهای دیگر این کشور نیز خبر دادند. این بود فشرده تازه‌ترین خبرها. تا این ساعت از همراهیتان سپاس.